تصور اینکه در یک شهر همه مردم در طول روز در حال خوردن لیمو ترش باشن خیلی دشواره. اما در ایتالیا شهری به نام سورنتو وجود داره که اهالی اون بدون خوردن لیمو روزو به شب نمیرسونن. لیمو میوه زندگی است و همیشه بخش ثابتی از غذای روزانه ما را تشکیل میده. بسیاری از مردم این شهر ساحلی که در جنوب ایتالیاست، لیمو ترش را نه فقط به عنوان چاشنی غذا، بلکه به عنوان یک میوه در طول روز میخورند. لیمو ترش برای سلامتی مفیده و به همین علت ما اهالی سورنتو خیلی لیمو میخوریم. تولید لیمو ترش ما در این منطقه حدود 300 تن در ساله که البته این رقم درختان لیمویی را که در باغ‌های کوچک خصوصی و منازل وجود داره شامل نمیشه. جوزپه کوامو شهردار شهر سورنتو با تاکید بر اینکه لیمو ترش در رژیم غذایی روزانه تمام اهالی این شهر جا داره گفت: پر نوی لیمونه ای ویتا ای سالوت. لیمو ترش را میتوان به زندگی و سلامتی معنی کرد. ما این میوه را نوعی طلای طبیعی محسوب میکنیم، چرا که هم توجیه اقتصادی داره و هم سرشار از ویتامین C و غنی از خواص درمانی است که نقش مهمی در حفظ سلامتی انسان ایفا میکنه. در شهر ما کمتر کسی رو پیدا خواهید کرد که در آشپزخانه منزلش لیمو ترش نباشه و در طبق غذای خود از اون استفاده نکنه. در رستوران های این شهر کوچک ساحلی نیز بسیاری از غذاها با چاشنی لیمو ترش تازه طبخ و سرو میشن. لیمونی دی سورنتو نون سولو. اما در رستورانمان علاوه بر استفاده از آب لیمو در طبخ غذاها و اضافه کردن پوست رنده شده آن بر روی غذا، از برگ درخت لیمو هم برای سرخ کردن انواع ماهی و میگو استفاده میکنیم. در شهر سورنتو همچنین تمام شیرینی فروشی ها از لیمو ترش و عصاره این میوه به عنوان اصلی ترین ماده در تهیه شیرینی و آب نبات استفاده می کنند. پوست لیمو ترش رو در داخل آب ولرم ریزیم و در ظرف رو خوب می بندیم. پس از 40 روز آب معطری با اسانس لیمو و برنگ طلایی به دست میاد که از اون برای عطر دادن به شیرینی ها آب نبات ها استفاده می کنیم. عصاره لیمو ترش واقعا اثرات شاداب کننده و فرح بخشی داره. در سورنتو لیمو ترش به بخشی از هویت این شهر تبدیل شده و با تمام زوایای زندگی روزمره اهالی آن عجین شده است. حمید معصومی نژاد، صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران، شهر سورنتو، ایتالیا.